به هر قیمت رو به مردم و قیام کنندگان به ویژه جوانان مجاهد و مبارز ارائه کردند. پس بگذارید از جانب مردم ایران، از جانب اشرفی ها و حامیانشون و از جانب همه کسانی که در این ماها داغ فرزندانشون رو تحمل کردند، یا به زندان رفتند و شکنجه شدند، و یا رنج بیماری و گرسنگی رو به جان خریدند، بله از جانب همه اونها به این رژیم در هم شکسته بگوییم که محال است بتوانید قیام مردم ایران را سرکوب کنید، محال است بتوانید مقاومت اشرفیان را نابود کنید. این قیام و این مقاومتی است تا پیروزی، و قطعا روز پیروزی فرا خواهد رسید. هموطنان عزیز، هموطنان عزیز، روز 6 مرداد که حمله به اشرف با طراحی و فرماندهی سپاه تروریستی قدس صورت گرفت، مجاهدین با دست‌های خالی ایستادگی کردند. دست‌های خالی در برابر تیر و تبر و باتوم و میله‌های آهنی. ولی حالا به صحنه اون روز و به این 72 روزی که سپری شد نگاه کنید. نه دست اونها و نه دست شما خالی نبوده و نیست. دست شما پر است از صدق و از خودگذشتگی تک تک یارانتان، پر است از کمک و محبت بی دریغ مردمتان، و پر است از نیروی همبستگی انسانهای شریف در سراسر جهان که در این روزها و در این ماها همه به چشم دیدند. حماسه بزرگی که در این 72 روز خلق شده و چشم جهانیان رو خیره کرده، ابعاد گسترده حضور هموطنان، خانواده ها و دوستان در تحصن ها، اکسیون ها، تظاهرات و ملاقات ها و مراجعات به مقامات و سازمان های بین المللی در 5 قاره دنیا بود که مدار جدیدی از همبستگی، فداکاری، محبت و همدردی عرضه کرد. راستی چه کسی بود که هر روز این صحنه ها رو ببینه و از اونها به عمق و گستردگی و اصالت این مقاومت پی نبره؟ من هر روز بیش از بیش شگفت زده می شدم و در برابر این موج عظیم حمایت و همدردی سر تعظیم فرود می آوردم. از تک تک شما که در اینجا و در همه جا در سراسر دنیا این حماسه پرشکوه رو خلق کردید، قلبن، شخصن و فردن و آرمانن سپاسگزارم. از تک تک شما سپاسگزارم که با اشکها، دعاها، فریادها، با شادیها و لبخندهاتون درد و نگرانی من و همه ما رو تسکین دادید و توان من و ما رو دوچندان کردید تا بتونم مسئولیت‌های سنگینی رو که در این دوران بردوش داشتم پاسخ بدم. و البته که این همه تلاش و از خودگذشتگی و فداکاری نهایتاً باید گفت که تبدیل به یک حرکت سیاسی بسیار قوی شد و معادلات رو تغییر داد و شما دوباره قانون کس نخورد رو ثابت کردید. قطره قطره تلاش های شما تبدیل به رودی خروشان شد که نتیجه اون رو دیدید. و همچنین از دستاوردهای بزرگ این دوران باید بگم که نسل جدید و جوانی بود که به این مقاومت پیوست. و باز بار دیگه ثابت شد که مسعود خالق نسلی خجسته است، نسلی زاینده،
تکثیر شونده و بالنده که بشارت رویش و بهار رو برای مردم ایران به همراه داره. و راستی که این پایداری 72 روزه پیروزیه و پیروزمندیه. با شکوهی خلق کرد که خون، رنج و شکنج 120,000 شهید راه آزادی رو زنده کرد و به اوج رسوند. و باز باید گفت انا فتحنا لک فتحا مبینا. میخواست اینجا فرصت بود از تک تک شما یاران این مقاومت که من در سرما و گرما با مریضی و سختی هایی که داشتید، با عصا بی عصا، با کمردرد، با سرماخوردگی و با هزاران درد دیگر در همه صحنه ها حاضر بودید. دلم میخواست از تک به تک شما، پدران، مادران، خانواده‌های شهدا، خانواده‌های اشرفی‌ها، عزیز و مادرانی که الان اینجا هستند، همه پدران، تک تک اعضای شورای ملی مقاومت، شما خانواده‌های اشرفی‌ها مثل آقای آلیوندی، همت و خانم همت آبادی، تک تکتون، پهلوان فیلابی، دلم می‌خواست تک تک رو به اسم نام ببرم، سپاسگزاری و تشکر کنم. وقت می‌دونم اجازه نمیده، ولی بدونید که این همه فداکاری و مایه‌گذاری که من فردن و شخصا سپاسگزارتونم نهایتاً به ثمر نشست و جهان دید که با دست‌های خالی هم میتوان سیاست‌ها رو تغییر داد، عقب راند و پیروز شد. این درس بسیار بزرگی برای این مقاومت. اما اجازه بدیم در پایان صحبت‌ها دو نکته رو اضافه کنم. نخست، یادآوری این واقعیت که رژیم لرزان حاکم در برابر اراده قیام کنندگان چندان دوام نخواهد آورد. بنابراین همراه شدن با این رژیم در سرکوب مقاومت جز رسوایی نتیجه‌ای برای کسی نداره. با نادیده گرفتن مصالح مردم ایران خودتون رو در طرف بازنده قرار ندید. هر امتیازی که از جیب مردم ایران به آدم کشان حاکم بر ایران بدیم، باز هم با این رژیم، اون هم با این رژیم به بن‌بست رسیده، به جایی نخواهد رسید. سیاستی که بر مذاکره و مماشات با ولایت فقیه بنا شده تا همین امروز شکست خورده و از این به بعد جز فرو رفتن در لجنزار رسوایی سرنوشتی نخواهد داشت. از ایالات متحده و اتحادیه اروپا و مجامع بین المللی میخواهم تضمین هایی به وجود آورند که حقوق بشر ساکنان اشرف رعایت شود و از حمله و خشونت و جابجایی در امان باشند. دستورات سگانه قاضی عراقی مبنی بر آزادی گروگان ها که از طرف دادستان کل عراق مورد تاکید قرار گرفت، اتهام غیر قانونی بودن حضور مجاهدین در عراق رو مردود شناخت. وجود اشرف در عراق قانونی و مشروع است. حضور مجاهدین در عراق قانونی و مشروع است و هر گونه جابجایی اجباری آنها جنایت علیه بشر محسوب می شود. از سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر می خواهم که برای استقرار هیئت ناظران ملل متحد در اشرف جهت ممانعت از مورد حمله قرار گرفتن یا جابجایی آنها اقدام کنند. از اونها میخواهم اعلام کنند که ساکنان اشرف باید از حقوق و حفاظت‌های بنیادین کنوانسیون 4 ژنو برخوردار باشند و از آنها میخواهم به صدای مردم جهان که به همبستگی با مردم و مقاومت ایران برخواستند گوش کنند. همینجا میخوام مجدداً از تلاش‌های خستگی ناپذیر هموطنانمون و عموم یاران وفادار مقاومت که تحسن‌ها
و کارزار جهانی دو ماهی اخیر رو پیش بردند، از همه دوستان فرانسوی و سایر شهروندان کشورهای مختلف در سراسر کشورهای جهان، از شخصیت‌های سیاسی در اینجا و باز در سراسر کشورهای دنیا، از رؤسای عشایر و شهروندان شریف عراقی و تمامی شخصیت‌ها، پارلمانترها، حقوقدانان و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر در 5 قاره جهان که برای آزادی 36 گروگان شب و روز نشناختند و تلاش کردند قدردانی کنم، به خصوص از اسقف اعظم کلیسای انگلستان و همچنین شیخ تیسیر تمیمی قاضی القضات فلسطین،